دولت کنیا با هدف کاهش سطح جرایم و بزهکاری آموزش قرآن و احکام اسلامی را در ندامتگاه های این کشور دنبال می کند. دولت کنیا اعلام کرده که در راستای زدایی بین پیروان ادیان مختلف و کاهش سطح بزهکاری و بحرانهای اخلاقی و اجتماعی از هر گونه برنامه فرهنگی و مذهبی پیشنهادی در راستای ارتقای فرهنگ اجتماعی بدون ابراز تعصبات دینی، مذهبی یا قومی و ای استقبال می کند و تا حد ممکن از تخصیص امکانات و اعتبار در این خصوص دریغ ندارد. به گزارش رسانه های کنیا در پی هماهنگی و پیشنهاد بنیاد فرهنگی و خیریه عامه کنیا مبنی بر آموزش قرائت قرآن احکام شرعی، فقه، تاریخ، سیره نبوی و تاریخ اسلام به زندانیان 120 نفر از زندانیان بزرگترین زندان کنیا یعنی زندان مرکزی در شهر نایواشا از پیشنهاد این بنیاد فرهنگ اسلامی استقبال کردند و برای یادگیری قرآن و آشنایی با احکام اسلامی اعلام آمادگی کردند. ثبت نام کنندگان دارای عقاید و مذاهب مختلف اما از اسلامی، مسیحی و غیره بودند و مدیران زندان ها با استقبال از این تصمیم اعلام داشتند زندانیانی که در دوران محکومیت خود به آموزش و یادگیری به ویژه آموزش های مذهبی روی میآورند واکنش و رفتاری بهتر در مقایسه با دیگر زندانیان دارند